دوسته عزیزم، خانم های خوش سلیقه، آقایان بازار، آشپزخونه کوچیک من خوش اومد. امروز دستور پخت ندارم، ولی در عوض برای شما میخوام یک دستور العملی رو بدم که چجوری میتونین سنگ صفرای خودتون رو از بین ببرین یا دفع کنین بدون اینکه نیازی به جراحی داشته باشین یا بخواین برین دکتر. و راه حلش بسیار بسیار ساده است. من راه حل این دستورالعمل رو در واقع از جناب دکتر خوشبین، سهراب خوشبین گرفتم. تقریبا 2011 بود که من شروع کردم به این برنامه و اجرای این دستورالعمل و نتیجه خیلی خوبی ازش گرفتم. بعد مامانم این کارو کرد، بعد خواهرم این کارو کرد، بعد چهار خواهرم این کارو کرد و همه اینا نتیجه خوب گرفتن. چند تا از دوستامون که دکتر دستور داده بود که برن و وقت داده بود بهشون که برن جراحی کنن و گالبلدرشون یا سنگ صفراش یا صفراشون رو در واقع کیسه صفراشون رو عمل کنن و در بیارن به خاطر اینکه سنگ صفرا داشتن، اونا هم وقتی که بهشون دادم بعد از اینکه انجام داده بودن زنگ زدن و تشکر کردن که باعث شده که نریم و جراحی نکنیم و خیلی خیلی خوشحال بودن. یک راه حل خیلی ساده است. من به شما امروز توضیح میدم که چجوری اینو انجام بدین و همینطور از کجا گرفتم و تجربیات شخصی خودم. من این راه دستورالعمل رو از کتاب آقای دکتر خوشبین، سهراب خوشبین، امیدوارم دوستان بتونن ببینن، به اسم درمانهای طبیعی گرفتم و توی این کتاب کاملا توضیح داده که چه کار میتونین بکنین. ولی شما اگر که توی گوگل هم سرچ بکنین و بگردین میتونین این دستورالعمل رو پیدا بکنین توی گوگل هم. فقط یادآوری میکنم عزیزان، من به هیچ عنوان قصد تبلیغ جناب دکتر خوشبین رو ندارم، چون ایشون احتیاجی به تبلیغ ندارم، ولی فقط به خاطر اینکه خب من خودم تجربه خوبی رو داشتم فکر کردم که خوبه که با شما عزیزان هم در میان بذارم. به اضافه اینکه چند تا از دوستای عزیزم درخواست کردن که اگر میشه من یه ویدیو تهیه کنم راجع به این قضیه. جناب دکتر خوشبین بیشتر از 25 سال سابقه درمان دارن و طبیب بسیار بسیار متبحری هستن در درمان‌های طبیعی و همینجور طب چینی، طب قدیمی خودمون و اینجا بهش میگن وسترن مدیسن، درمان‌های شیمیایی و چاینیز مدیسن که طب چینی خودمون و همینطور بهش میگن تردیشنال مدیسن که همون طب قدیمی که ما خودمون استفاده میکنیم و قدمتش به زمان جناب بوالی سینا میرسه. دکتر خوشبین در تورنتو خودشون لابراتواری دارن، آزمایشگاهی دارن که گیاهان رو اونجا آزمایش میکنن و داروهای گیاهی رو اونجا میسازن و به سراسر جهان میفرستن، به ایران هم میفرستن همینطور. و همینطور ایشون خودشون یک کالج دارن که اونجا تدریس میکنن این روش رو و دانشجوهای خیلی زیادی اونجا به سمت دکتری میرسن بعد از گذروندن این دوره. خب برای اینکه بتونین سنگ صفرای خودتون رو دفع بکنین احتیاج هست به چند تا چیز خیلی خیلی ساده. یکی از چیزهایی که شما احتیاج دارین اپسوم سالت هست. اپسوم سالت مگنزیوم سولفیت هست و مگنزیوم سولفیت رو برای کسایی که معمولاً یبوست خیلی شدید دارن، برای موقعی که خیلی خیلی یبوستشون شدید هست میدن که استفاده بکنن. ولی شما ممکنه اپسوم سالت رو به این دلیل بشناسین که توی وان همون میریزن و ریلکسشون میکنه و روش هم عکس گلهایی که به این طعم داده و بوی خاصی رو داده، طعم که نمیشه گفت ولی بوی خاصی رو داده، روش کشیده شده، اونا رو نمیخواییم. این اپسوم سالت من نزدیک میگیرم که شما عزیزان بتونیم ببینیم، نوشته شده روش که برای اوکیژنال for relief of occasional constipation، یعنی که برای درمان چیزایی که یبوست هایی که پیش میاد به صورت موقت. و
شما روغن زیتون احتیاج دارین و یک دونه گرفروت بزرگ، طبیعتاً یه لیوان آب، اما من اینجا دو تا لیوان آب گذاشتم، حالا به تو میگم چرا، و یک قاشق غذاخوری بزرگ. برای اینکه شما بتونین این روش رو امتحان بکنین و انجام بدین، احتیاج هست که خیلی بهتر هست که از شب قبلش تصمیم میگیرین که این کار رو بکنین، سعی کنین چیزایی رو که خیلی چرب هستن نخورین، غذاهای چرب و چیلی رو، و روز بعدش حتما توی خونه باشین، جایی نباشه که بخواین برین مهمونی یا هر چیزی، ولی تعطیل باشین سر کار، مجبور نباشین برین، بتونین توی خونه بمونین، چون که یک سری روش داره که باید حتما سر ساعت اونا رو انجام بدین و بتونین اونا رو نوش جان بکنین. در نتیجه صبح وقتی که بیدار میشین، از صبح که پاشدین، شما هر نوع میوه‌جات، سبزیجات رو میتونین بخورین. شما میتونین نون رو با عسل یا با مربا بخورین، اما کره نه. چیزایی که چربی دارن، میوه هایی که چرب هستن مثل آووکادو نه، مغزیجات نه، برای اینکه اونا همه چرب هستن، پنیر ها نه، شیر نه، ماست نه، اینا تمام چربی تو خودشون دارن، اینا رو نمیتونیم بخوریم. اما تمام میوه‌جات، سبزیجات و چه به صورت پخته چه به صورت آب هست، به هر طریقی که دوست دارین میتونیم بخوریم. شما میتونین کافی بخورین ولی نمیتونین تو شیر بریزین، به خاطر اینکه کرم و شیر طبیعتاً چربی دارن، و هر نوع سبزیجاتی رو میتونین پخته یا خام، هر جور اشتهاتون هست، بخورین تا ساعت 2 بعد از ظهر. من فقط اینجا تاکید میکنم این ساعتایی رو که من بهتون میگم خیلی خیلی مهم هستن، به خاطر اینکه اگر این ساعتا رعایت نشن، باعث میشن که خوب کار نکنه و شما نتیجه خوب رو نخواهید گرفت. در نتیجه بهترین کار اینه که روی گوشی خودتون، خوشبختانه گوشی ها امروز همه خیلی پیشرفته هستن و شما میتونین که آلارم داشته باشین، ببینین آلارم ما هم به صدا در اومد، و شما میتونین اینو ست بکنین روی ساعت 2. بعدش احتیاج داریم وقتی که ساعت 2 رو خاموش کردین، یعنی که دیگه از ساعت 2 شما هیچ چیزی رو نمیخورین نمینوشین، هیچ کدوم، نه هیچ گونه مایعاتی رو، نه هیچ کدوم میوه یا سبزیجات رو، اینا رو ساعت 2 استاپ میکنین خوردنتون رو، و دیگه هیچ چیزی نمیخورین. ساعتتون رو ست بکنین برای ساعت 4. ساعت 4 که شد، اینو که دارم بهتون میگم واقعا مهمه، اگر ساعت رو رعایت نکنین، من همین الان بهتون میگم زحمتتون بیهوده است. ساعت 4 یک قاشق پر سرپر، و اگر قاشق غذاخوریتون کوچولوه، چون بعضی از اینا سایزشون کوچیک‌تر هست، یکی رو نصفی بریزین حتما توی یک لیوان. دکتر خوشبین گفته توی یک لیوان، اما من تجربه شخصی خودم اینجوری بود، چون این اپسوم سالت یکم تلخه وقتی که حلش میکنی، من میام اینو توی نصف لیوان آب حل میکنم، اما نصف لیوان آب دیگر رو میذارم توی یه لیوان دیگه کنار دستم. اینو که خوردم بلافاصله اون آب رو میخورم که مزهشو بتونم که تحمل بکنم بعدش. این راهو پیدا کردم، خب این آسان‌تره، در واقع شما همون یه لیوان آب رو میخورین ولی سریع‌تر میتونین که قورتش بدین. بعد از ساعت چهار دوباره آلارم رو ست کنین برای ساعت 6. سر ساعت 6 همین کار رو انجام میدین، سر ساعت 8 همین کار رو انجام میدین، و بعد ساعتتون رو ست کنین برای ساعت 9:45 دقیقه. توی این فاصله، این سه دفعه که شما این اپسوم سالت رو خوردین، دفنیتلی حتما شما به دستشویی میرین و نمیتونین که، یعنی مجبور هستین، همه چیز میره بیرون دیگه، مجبورین که برید دستشویی و روده هاتون تقریبا تمیز میشه. اما ساعت 9:45 دقیقه شما از ساعت 9:30 شروع کنین هر کاری که دارین انجام بدین، صورتتون رو تمیز کنین، مسواکاتون رو بزنین، غذاهاتون رو خورده باشین. شما که غذا نمیتونین بخورین، ولی خب به هر حال کسایی دیگه که اونجا هستن غذاشون رو داده باشین، یا هر کاری که دارین انجام بدین. و شما این بین این ساعت ها همونجوری که گفتم، نه هیچ چیزی رو میخورین نه هیچ چیزی رو مینوشین. بعد ساعت 9:45 دقیقه شما آب یک گرفروت رو میگیرین، در واقع من فکر میکنم اگر گرفروت بزرگ باشه نصف آبش کافی هست، نصف لیوان، اونو میریزین توی همین لیوان های دسته دار یا هر نوع لیوان دیگه ای که دارین، مهم نیست، 250 میلی لیتر یا میتونین کاپ استفاده کنین، 250 میلی لیتر احتیاج دارین و این لیوان ها تقریبا 250. نصف این رو
آب گریپ فروت میریزین، یعنی در واقع نصفش آب گریپ فروت هست، بقیهش رو با روغن زیتون پر میکنین تا سر لیوان پر بشه. بعد اینو میبرین کنار تختتون، اونجا میشینین، شب خیراتون رو گفتین، همه کار میکنین. میتونین یه قاچ لیمو هم آخر کار همراهش ببرین که اگر که دهنتون مزه میداد دوست نداشتین. ولی من چیزی که امتحان کردم، اگر اینو خوب میکس بکنین و خوب به هم بزنین، با هم مخلوطش بکنین، شما به هیچ عنوان احساس روغن زیتون رو نخواهید داشت. یعنی خیلی نوشیدنی خوشمزه‌ای خواهد بود. برای اینکه گریپ فروت خودش خیلی طعم خوبی داره. وقتی که اینو خوردین، خب اون یه تکه لیمویی رو که بهتون گفتم اگه دوست داشتین بزنین تو دهنتون، بخوابین توی رخت خواب. بلافاصله باید بخوابین، بلند نشین. اصلاً تکون نخورین بعد از اون. برین توی رخت خواب و قشنگ به پشتتون یا به سمت راست بدنتون بخوابین، حالا هر جوری که خودتون راحت‌تر هستین. من اینجوری به نظرم میاد که وقتی به پشت میخوابین خیلی راحتتر و ریلکستر و سریعتر به خواب میرین و تنها چیزی رو که بهش فکر میکنین توی اون لحظه این که چقدر این دارو داره کار میکنه، الان داره تمام سنگهای شما رو میشکنه، از بین میبره و به هیچ چیز دیگه غیر از این که این داره چقدر خوب کار میکنه فکر نکنین. وقتی که این فکر اومد تو ذهن شما دیگه خوابی. به خواب میرین، یه خواب خیلی ریلکس و راحت تا نصفه های شب شما از شدت نیاز رفتن به دستشویی بیدار میشین. میرین دستشویی و توی دستشویی میبینین که چیزی که بیرون میاد همه حالت مایع است، ولی وقتی که تموم شد میبینین شبیه نخود سبزن، گله 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 میاد، سبز رنگ و بقیه دیگه همه مایعات هست. اینا میان بیرون و توی این گله های سبز در واقع سنگ های صفرای شما هستن. اگر خیلی شجاع باشین، دکتر سهراب خوشبین پیشنهاد کرده که یک قاشق دیگر ساعت 5 و 6 وقتی که دیگه رفتین دستشویی که تموم شد، یک قاشق دیگر از این اپسوم سالت رو بخورین و بخوابین. اینجا دیگه تمام روده های شما همه چیز تمیز میشه، یعنی تمیز خواهد شد. و بعدش وقتی که بیدار شدین، شما اجازه دارین هر چی که عشقتون هست، هر چی که دلتون میخواد بخورین و نوشتشون کنین. و بعد از اون خودتون میبینید که تقریبا بین خانوما یا آقایون خیلی متفاوت هست، ولی بین 2 پوند تا 5 پوند رو من حتما گارانتی میکنم که شما وزن کم میکنین. و ضمن این که غیر از این که وزن کم کردین، احساس سبکی خوبی میکنین. هر چی که میخورین و راحت میتونین هضم کنین. دیگه بعد از اون سر معدتون سنگین نمیشه، معدتون سنگین وای نمیسه. این روش رو من از سال 2011 تقریبا هر 6 ماهی یک بار همونطوری که دکتر خوشبین پیشنهاد دادن انجام دادم. و اون موقعی بود که من خودم سنگ صفرا داشتم و دکتر بهم گفته بود که باید عمل کنیم و من نمیخواستم که اصلا عمل کنم. بعدا مامانم انجام داد، ایشونم نتیجه خوب گرفت. خواهرم انجام داد، شوهر خواهرم انجام داد که دکتر بهش گفته بود باید بیای جراحی کنی. و خیلی خوشحال بود وقتی که برای بعد از اینکه این کارو انجام داده بود رفته بود MRI کردن و گفتن نه دیگه هیچ چیزی نمونده و نیازی به عمل نیست. و اون خیلی خوشحال شده بود. به دوستای عزیزم، کسایی که دکتر بهشون گفته بود که باید عمل بکنن، وقتی که با من مشورت کردن بهشون گفتم که این روش رو امتحان بکنن و اونا هم امتحان کردن و نتیجه خوب گرفتن. و وقتی که چند تا از دوستای عزیزم رو دیدم، بهشون به من پیشنهاد دادن که حتما و درخواست دادن که حتما ویدیو بسازم از این جریان و روی یوتیوب بذارم. امیدوارم که شما عزیزانم این روش رو استفاده بکنین و نهایت استفاده رو بتونین ازش ببرین. و فقط یادتون باشه رعایت ساعت‌ها و چیزایی که گفتم خیلی مهم است. اگر اینا رو رعایت بکنین، من تقریبا خودم بیشتر از 15 بار این کار رو انجام دادم و هر دفعه نتیجه خوبی دیدم، به غیر از یک دفعه که خونه یکی از دوستامون بودیم، من 3 دفعه اپسوم سالت رو خورده بودم ولی اونا خیلی اصرار کردن که از غذایی که درست کردن بخورم. به خاطر همین منم شیطون به قول خودمون گولم زد، گولم که نظر خودم اشتباه کردم، و به خاطر که دل اونا رو نشکنم شروع کردم به غذا خوردن. اما
بدترین تجربه بود برام، برای اینکه وقتی که خوردم یک لرز خیلی بد به بدنم افتاد و بعد رفتم دستشویی تمام اونا رو برگردوندم و نه از غذا لذتی بردم نه اون کاری رو که میخواستم انجام دادم. در نتیجه عزیزانم سعی کنین هیچ پارتی نرین اون روز، مهمونی نرین و فقط بیستین سر برنامه‌تون و قوی باشین روی این قضیه. اون فقط یک شب هست، فقط یک شب و یک روز دیگه، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیره و ارزش داره که نخواین که صفراتون رو از دست بدین. خب عزیزانم، امیدوارم که از این ویدیو نهایت استفاده رو بتونین ببرین. ممنونم از اینکه وقتتون رو به من دادین، ممنونم که ویدیوهای من رو سابسکرایب میکنین و لایک میزنین. امیدوارم که بازم توی ویدیوهای بعدی مهمون شما باشم. وقتتون بخیر، روزتون خوش.